مخاطر رو یک اقدام به اصطلاح جدی میتونید، یعنی شروع یک سری سلسله اقداماتی میتونید که تداوم داره یا نه خیر، مخصوصا در حال نکنید ما به عنوان اندیشکده پارسیابود ایرانیان در اورشلیم یک یعنی بازویی هست از کانون هماهنگی رهبران یهود که با 400 مجتمع فرهنگی در سراسر دنیا در تماس هستیم، من جمله یعنی بجز اون 70 تا ارگان های یهودی ایرانی در سراسر آمریکا، فدراسیون ها و غیره، و با سیاست اون آشنایی. اون چه که برآس لپید و بنت به خاطر آماتور بودن خودشون از نظر سیاست ها و سیاست های منطقه ای فراموش نکنید که اونها در زیر سایه سیاست های جناب نتانیاهو و ترامپ دارن عمل میکنن، یعنی کار بزرگی نکرد که پیمان ابراهیمی رو بس گسترشش دادن و غیره، ولی بستن آژانس های یهود یعنی کار رو سخت‌تر میکنه برای افرادی که بخوان به اسرائیل بیان و به عنوان مهاجرین یعنی شناخته بشن که بتونن به اسرائیل مهاجرت کنن. ولی رو هم رفته آنچه که لپید و بن در از یک سال در جناب لپید در از 3 ماه آینده تا اکتبر نوامبر که ما انتخابات پنجمین انتخابات رو خواهیم داشت، جناب هرسوگ که پدرشون نیست، خایم هرسوگمن جدن ارزش والایی برای پدرشون به حال زنده یاد قائل هستن که هم رئیس موساد بودن هم به حال پرزیدنت اسرائیل بودن قائل هستن، ایشون هستن که باید این موضوع رو جمع بکنن و همینطور چیف رابینیت یعنی حاکم بزرگ و اعظم مسکو هارولد گولدشمیت و همینطور هارولد لازار یعنی رابر لازار که سهیم هستن در این مسئله که این مسئله دیپلماتیک رو حل بکنن. اگر مهداد رحیمی نوعی رو به عنوان دیپلمات با 3 نفر دیگه فرستاده بودن از کنست برای اینکه روندی که به در به هر حال یک رویارویی که بود بانه مرمره کشتی مرمره که میخواستن به وضع خودشون رو برسونن که 6 سال به طول انجامی که با حال که آمد به نتانیاهو ریسپانسی که داشت آمد و گفته حالا حقوق بشر رو میفرمایید نه یعنی به نام فعالان حقوق بشر بودن که با کمانده های اسرائیل روبرو شدن و حدود 9 نفر فکر کنم اگه بیشتر هم بودن که در میان کشته شدن و کماندوهای اسرائیلی شاید 13 یعنی نیومدن اون کاری که میبایست بکنن رو انجام بدن و به هر حال روی هم رفته. ما به عنوان دیپلمات فرستاده شدیم که بتونیم این از این یعنی تنش زدایی بکنیم، موفق بودیم که البته سیاسیون رو برد ما آمدن با آنچه که ما با صاحب نظران ترکیه از یعنی امروز من میتونم مثلا به انسان نمیتونستم بگم صاحب نظران 300 و صاحب نظران ترکی در این میان وزرای امور خارجه وزرای ادیان و میشه گفت پیمان ابراهیمی رو به گونه ما کلید زدیم. در اون موقع در آنکارا نشست هایی داشتیم با وزرای امور خارجه و یعنی نه فقط آن بلکه سفرای کشورهای عربی از کویت گرفته لبنان گرفته مراکش گرفته تونس گرفته اردن و مصر و غیره و اینها که بتونیم این روند رو از روی دیپلماسی فرهنگی به پیش ببریم. و جدن اون چی که در کلاپاس ما ببینیم و جناب منتظری یکایی که برنامه هایی که در این باب میگذارند جدن سپاسگزارند که این فرصت به من داده میشه که اون دیپلماسی فرهنگی رو دست به دست دیگر بتونیم به پیش ببریم و تنش زدایی بکنیم برای اینکه نه اسرائیل نه مردم ایران به دنبال جنگ و خونریزی هستند. متشکرم آقای زهیر.